یعنی واقعا یکی از بدترین بخشای فرودگاه اینه که باید تمام تجهیزاتی که بهت آویزونه رو در بیاری، یکی یکی کیفا رو خالی کنی. اگه دو تا لپتاپ داری، هر کدوم تو ظرف خودش. خیلی بده این بخش. واقعا تو این سال دیگه باید یه دستگاه اختراع بشه که هر کی با هر چی که روشه از یه دروازه چیزی رد بشه و همه چی رو رصد کنن دیگه. واقعا خیلی دموده شده این حرکت، صفای طولانی، وقت تلف شدن، اعصاب خردی. خیلی بهتره که فرودگاه یه فکری به حال این بخش بکنه. واقعا اعصاب آدم خورد میشه. و اینم فرودگاه بارسلون قسمت فری شاپ. و یواش یواش دیوار داریم به سمت گیتمون و سوار هواپیما بشیم به مقصد. برو بریم. دوستان دارم میرم سوار هواپیما بشم به مقصد مادرید. این شرکت هواپیمایی اسمش از وولینگ که پرواز من یه چیزی هلوش 50 یورو تموم شد برام. 60 یورو تموم شد از بارسلونا به مادرید. این پرواز حدوداً 2 ساعت طول میکشه. این هم فرودگاه شهر بارسلونا و خدا نگهدار بارسلونا زیبا. خب نشستیم تو هواپیمای مادرید و همونطور که میبینید هواپیما اون جلو همه پر بود و از شانس من این صندلی های بغل من کامل خالیه. هم چمدون هاست که من چمدون فینگلی خودم این گوشه دارم میبینم. گوشه چمدون برو بریم به مقصد مادرید. دوستان میبینید که این بچه ها زیاد برخورد خوبی با چرمی ها ندارن به این سیدن. این ضربه ای که ما بگذاشتن چرمی نفاره ممکنه هرچی شکستنی و صحباتیه.
بارسلون به مادرید. الان رسیدیم، دارم میرم که چمدونامو تحویل بگیرم و از اون برم سوار مترو یا اتوبوس بشم برم به سمت خونه ای که رزرو کردم. من از 16 که امروز باشه تا 19 مادریدم، در مجموع تقریبا 3 قراره تو مادرید باشم. تو این 3 میخوام برم یه سری جای دیدنیشو ببینم، حالا شاید یه موزه برم و به اینکه خیابونای مادرید رو براتون ویدیو درست کنم. بریم ببینیم چی قشنگه، چی خوبه، چی باحاله. هرچی که بال بود براتون فیلم میگیرم. خداحافظ. خب اینم فرودگاه شهر مادرید دوستان. همونطور که میبینید فرودگاه زیباییه. داریم میریم که چمدونامونو تحویل بگیریم و ببینیم که چی پیش میاد. برو بریم. خب دوستان فرودگاه مادرید همونطور که میبینید یه فرودگاه زیبا و خیلی پیچ در پیچه. تابلوهای کوچیک به سختی من تونستم راه تحویل گرفتن چمدونامو پیدا کنم. سقف خشک رنگارنگ و مرحله های مختلف برای تحویل گرفتن بگیجمون. برو بریم. خیلی این فرودگاه خوشگله. به نظر من فرودگاه مادرید خیلی خوشگل و پیشرفته تر از فرودگاه بارسلونه. همونطور که میبینید واقعا زیباست، دیزاین خیلی خوشگلی زدن، مخصوصا با این چراغ روی سقفش و دستگاه پیشرفته ای که مشخصه. واقعا فرودگاه زیباییه. وقتا همه میخوان زود چمدونشون رو تحویل بگیرن و بزنن بیرون، ولی خب خیلی مهم نیست، بستگی به تایمی داره که چمدونت میاد بیرون. معمولا همه میرن جلوی اون دهن چمدون وای میستن، دهنه ای که چمدون ازش میاد بیرون وای میستن که زودتر بگیرن. ولی خب شاید چرخش چمدون روی این دستگاه کلن 5 هم طول نکشه. دوستان این خونه ایه که توی یه اپلیکیشن به اسم Airbnb رزرو کردم توی شهر مادرید. تقریبا وسط مادرید هم هست و این آشپزخونه‌شه. خیلی ترتمیز نوسازی شده و اینجا هم که اتاق خوابه و این هم دستشویش و حمامش و حوله‌های تمیزی که گذاشته برامون. احتمالا شامپو صابون هم داره برای و بسیار عالی. پنکه کولر، این که کولر رو میشن کنیم که واقعا گرمه. یه مشکلی برای من پیش اومد، اونم این که این چمدونم یه دفعه وسط راه چرخش شکست و منو
بعد جوری تو دردسر انداخت، اصلا با یه وضعیت سخت و اسفناکی داشتم این چمدون سنگین رو میکشیدم. راحت هم 26 کیلو بود. ولی خب دیگه بالاخره خودمون رو رسوندیم به خونه و الان فوق العاده خستم، پشتم هم وحشتناک درد میکنه، الان بزرگ شده از یه این پشتم، یه ورم از اون ورم بزرگتره. خلاصه که حسابی ما رو انداخت تو عجل. بریم یه رستورانی پیدا کنیم، یه دوشی بگیریم اول، یه رستورانی پیدا کنیم و ببینیم چه جوری پیش میره این داستان. با ما باشید.